سومین جام جهانی در سال 1938 هنگامی برگزار شد که آلمان هیتلری اتریش را به خاک خود افسوده بود. نازی‌ها آغازگر جنگی بودند که حدود 100 میلیون سرباز را به جان یکدیگر انداخت. این نبرد شوم بین 70 تا 85 میلیون کشته بر جای گذاشت و از این نظر خونین ترین کارزار تاریخ بشریت محسوب می شد. فرانسه اما میزبان 14 تیم فوتبالی بود که گرد هم آمده بودند تا دور از هیاهویی که آلمان راه انداخته بود، مهمترین رقابت‌های دنیا را برپا دارند. فرانسه میزبان و ایتالیای قهرمان دور قبل برای نخستین بار بدون شرکت در بازی‌های دور مقدماتی به این مسابقات راه پیدا کردند. اوروگوئه و آرژانتین قهرمان و نایب قهرمان جام جهانی 1930 به دلیل بلبشویی که نازی‌ها در اروپا راه انداخته بودند از سفر به فرانسه خودداری کردند. طرفداران آرژانتین به خاطر این تصمیم به فدراسیون فوتبال این کشور هجوم بردند و خساراتی به وجود آوردند. اسپانیا نیز اسیر جنگ داخلی بود. ژنرال فرانکو که مورد حمایت نظامی نازی‌های آلمان و فاشیست‌های ایتالیا بود، در حال نبرد با جمهوری‌خواهانی بود که مورد حمایت کمونیست اسپانیا، آنارشیست‌ها، شوروی و مکزیک بودند. اسپانیا به همین دلیل از شرکت در این رقابت‌ها امتناع کرد. یک سال بعد فرانکو جمهوری خواهان را شکست داد و یک دیکتاتوری نظامی طولانی مدت را در اسپانیا برقرار کرد. در این جام برای نخستین بار یک کشور آسیایی شرکت کرد و آن هند شرقی هلند یا اندونزی فعلی بود. اما چون این بازی‌ها حذفی بود، این تیم با شکست 6-0 مقابل مجارستان در همان بازی اول از گردونه بازی‌ها کنار رفت. مسابقات آن دوره تک حذفی بود و تنها یک شکست باعث می شد تیم مغلوب کنار گذاشته شود. با وجود التهاب در اروپا و همسایه فرانسه یعنی آلمان، این جام جهانی در ورزشگاه‌های مدرن و با استقبال فراوان تماشاگران برگزار شد. فرانسه نیز در بازی دوم مقابل ایتالیا با نتیجه 3-1 شکست خورد و از گردونه مسابقات خارج شد. از پدیده‌های جالب این جام وجود بازیکنی به نام لیونیداس دا سیلوا در تیم ملی برزیل بود که گاهی هم با پای برهنه بازی می‌کرد. او که الماس سیاه لقب گرفته بود، تنها در بازی با لهستان 4 گل به این تیم زد تا برزیل نتیجه را 6-5 به سود خود تغییر دهد. هرچند برزیل در نیمه نهایی به ایتالیا باخت و این ایتالیا بود که جام قهرمانی را بالای سر برد. از نکات سیاسی این جام اقدام سرمربی تیم ایتالیا پیش از بازی افتتاحیه برابر نروژ بود. ویتوریو پوزو مربی تیم ایتالیا بازیکنانش را مجبور کرد با پیراهن سیاه یعنی لباس فاشیست‌های موسولینی به این تفکر ادای احترام کنند. این جام جهانی توسط یک مجسمه‌ساز فرانسوی به نام آبل لافلئور از جنس طلا ساخته شده بود و نزدیک 2 کیلوگرم وزن و 30 سانتی‌متر ارتفاع داشت. این جام تندیس بانوانی قهرمان بود که بازوانش را از دو طرف باز کرده و می‌خواهد از 8 فرشته‌ای که نقششان خیلی ریز و کوچک در اطراف جام حکاکی شده است حمایت کند. این جام به افتخار بنیانگذار رقابت‌های جام جهانی ژول ریمه نامگذاری شد. پس از شروع جنگ، اوتورینو باراسی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، بلافاصله به بانکی در روم، جایی که جام ژول ریمه در آنجا بود، رفت و تصمیم گرفت آن را بیرون بیاورد و در یک جعبه کفش زیر تختش بگذارد. هدف او این بود که نازی‌ها آن را پیدا نکنند که همین طور هم شد. اگرچه نازی‌ها کل خانه او را جستجو کردند، اما کاپ جام جهانی را پیدا نکردند.
اروپای درمانده در جنگ جهانی دوم قادر به برگزاری چهارمین دوره جام جهانی در سال 1942 نبود. آلمان بر بخش قابل توجهی از اروپا مسلط شده بود و انجام جام جهانی در میان دود و آتش بیوقفه جنگ امکان پذیر نبود. 4 سال بعد اما جنگ تمام شده بود. آلمان، ایتالیا و ژاپن شکست سختی خورده بودند. متفقین پیروز شده به استثنای آمریکا که به دلیل دوری از اروپا از حملات هوایی و زمینی دور مانده بود، به سال 0 برگشته بودند. حال اقتصادی دنیا اصلا خوب نبود و فیفا نیز نمیتوانست این مسابقات مهم را برگزار کند. 4 سال بعد، یعنی در سال 1950 هم دنیا چندان وضع خوبی نداشت. نشان به آن نشان که هیچ کشوری جز برزیل تقاضای میزبانی جام جهانی را به فیفا ارائه نداد. میزبانی برزیل پذیرفته شد. با این حال جای بسیاری از کشورها در این مسابقات خالی ماند. چکسلواکی و مجارستان فینالیست های 1934 و 1938 و همینطور شوروی در آن شرکت نکردند. آلمان و ژاپن هم نیامدند و آرژانتین هم به دلیل اختلافاتش با برزیل حضور پیدا نکرد. 12 تیم به برزیل آمدند. میزبان البته سورپرایزی هم برای شرکت کنندگان داشت و آن ساخت ورزشگاهی به نام ماراکانا با ظرفیت بیش از 200,000 نفر بود. سال پیش از برگزاری جام نیز حادثه‌ای تلخ رخ داد که شانس ایتالیا یکی از مدعیان این جام را کم کرد و آن سقوط هواپیمای حامل بازیکنان تیم تورینوی این کشور بود. آن زمان این تیم با قهرمانی 5 دوره در لیگ فوتبال ایتالیا قهرمانی فوتبال این کشور را قبضه کرده و بسیاری از بازیکنان تیم ملی از این تیم انتخاب شده بودند. در بازی فینال این اوروگوئه بود که برزیل که 1 گل پیش افتاده بود را 2-1 شکست داد و اشک تماشاچیان برزیل در ورزشگاه ماراکانا را درآورد. در آخر 2 ویدیو رو بهتون پیشنهاد میدم. امیدوارم اونا رو هم ببینید و تشکر میکنم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.